Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dostay aziz, sabahı ziyade deriye ve ahir meyşe ki hak kesay ki hukum ve gayri manzallah mekan reis cumhura, padişaha ve kaziyayı ki در این کشورها هستن و حکمشان به غیر ما انزل الله هست، یعنی مطابق قرآن و سنت حکم نمی کنند، حکم از اینا چی هست؟ تقریبا دوستای عزیز سوالای زیاد مطرح میشه. این سوالا تعدادش بسیار زیاد شد و حتی بعضی دوستا در این راستا سوال میکنن و میگن که بعضی ها میگن که اگر کسی به غیر مازالله حکم کنه ای کافر میشه و بعضی ها میگن ای کافر نمیشه، کفرش کفر اصغر است و بعضی ها میگن خیر کفرش کفر اکبر است، بیخی از دین اسلام خارج میشه و کافر است و مرتد است. بعضی ها میگن که نخیر ای سخنا را تکفیری ها میگن و ای خوارج میگن، نقیدی خوارج است، بلکه عقیده اهل سنتی است که اینا از دین خارج نمیشن، بلکه با حکم کردن به غیر منزل الله اینا گناه کبیره کردن و به این شکل سوالای زیاد مطرح میشه و جنجال بسیار زیاد است و اکثر جوان ها سوال میکنن که خب ما موقف ما چی هست، تکلیف ما چی میشه، ما چی کنیم، رای درست برای ما بیان بکنین. و این سوال های زیادی است که در اینجا و حتی بعضی از کسای هم در این راستا وقتی بعضی از بحث ها سر ازی بحث شده بعضی ها حتی چلنج میدن و بعضی ها میگن که اگر شما بسیار توانایی دارین و غیرت دارین بین در این راستا مناظره بکنین و از این قبیل گپ ها سخن ها هست. به این خاطر دوستای عزیز وقتی ما شما در یک موضوع شرعی بحث میکنیم مکلفیت ما این است که صادقانه یک آیت قرآن نه که مثلا ما یک آیت استدلال بکنیم، بلکه تمام آیات قرآن که در این راستا هست از تمام از اینا ما شما باید سر از این تحقیق داشته باشیم و ببینیم که مثلا حکم چند قسم است و الله سبحانه و تعالی احکام چه قسم تعیین کننده احکام الله هست و کسی که باز حکم می سازه که ضد حکم الله هست. اینی مسائل یعنی در درس های اخیر ما ایره می خونیم که مجموعا کل آیات و کل احادیث و کل اقوال علما در این راستا بحث میشن. خب آله چون فقط سوال سر حکم بغیر ما انزل الله هست، در کی سر زمین حکم میکنیم؟ دوستای عزیز اگر می خواهیم در این راستا ما و شما میگذاریم که مثلا دیگرها چی میگن، که دیگرها چی میگن یا دیگرها خوب میگن یا زشت میگن یا با اخلاق سوال میکنن یا با بد اخلاقی سوال میکنن، خب هر کسی را اسویش میپومه یا سلوبش خودش در راستا صحبت میکنه کار خودش است. ولی مکلفیت ما این هست که ما اسوه خود رسول الله صلی الله علیه و سلم بگردانیم، اسوه خود اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بگردانیم و الحمدلله ثم الحمدلله ثم الحمدلله که دین اسلام که هست خوبیش دهی است که دین اسلام دین مستند است. ما الحمدلله قرآن داریم، سنت داریم، سیرت داریم، به این شکل ما مثلا تفاسیر داریم، ما احادیث داریم، یعنی اسلام الحمدلله ثم الحمدلله کتابش محفوظ از قرآن عظیمشان که از دو آیاتش تغییر داده نمیتونه. ای که یک کس میگه مانای غلط میکنه و الحمدلله معلوم میشه و به می قسم احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و احادیث صحیح معلوم است و اقوال صحابه معلوم دار است و باز علمای اسلام در طول 14 15 قرن که اینا زحمت کشیدن مثلا تفاسیر نشته کردن، احادیث تشریح کردن و به می شکل مثلا احکام تشریح کردن، اینا اگر کس اخلاص داشته باشه و با الله صادق باشه می مسائل بسیار ساده است، آیات قرآن استفاده میکنه، از احادیث استفاده میکنه و اقوال سلف صالح، صحابه، تابعین، تبع تابعین و دیگه از علمای مجتهدین
اقوالشان رو وقتی انسان میخوانن فورا حق درک میکنن و هیچ برش مشکل نمیمانن. به این اساس دوستا ما یک در این راستا تحقیق کردم، ما هم تحقیق خود خدمت شما تقدیم میکنم در مورد حکم به غیر ما انزل الله، و ما خودم هم در این راستا بسیار به تشویش بودم و زیاد وقتی سر این مسئله بحث میشد ایران بودم که همین رای حل ازی که ما برای جوانا بفهمانیم تا که یک کسی که مثلا سوال میکنه درست همین موضوع را درک بکنم چه قسم است. خب الحمدلله وقتی من تحقیق شروع کردم و تحقیق علمی الحمدلله فایدهش نمی هست که انسان بالاخره امو رای حل برش پیدا میشه و دلایل برش پیدا میشه و فقط ما و شما کمک نیاز داریم که امی آیات بخوانیم، احادیث بخوانیم و اقوال علمای اسلام و تفاسیر یک کم زحمت بکشیم، یک ما دو ما در یک موضوع یک ما دو ما وقت خود بتیم و سر زی تحقیق بکنیم انشاءالله تعالی به نتیجه میرسیم. و چون من در مسئله حکم به غیر حکم و حکم الله سبحانه و تعالی و اقسام حکم و ایگپا در کتاب عقیده در قرآن و سنت کار میکردم، وقت سر از این بحث رسیدیم این بحث مفصلا من در کتابم در کتاب عقیده در روشنایی قرآن و سنت سر از این کار کردیم. ولی چی شد؟ پس آن وقتی که موضوع مطرح شد، چون قبلا مطرح بود تحقیق شد، ما به نتیجه رسیدم. ما همین نتیجه که رسیدیم میره خدمت شما دوستای عزیز بیان میکنم و بسیار ساده فهمیده میشه. دوستای عزیز وقتی ما و شما حکم به غیر منزل الله را میبینیم، این حکم به غیر منزل الله یک حاکم است. مثلا پیشویتان قرار بدین چهار حاکم است، پنج حاکم است پیشویتان قرار دارن. این پنج حاکم هر پنجشان حکم به غیر ما انزل الله میکنن، هر پنجشان حکم به غیر ما انزل الله کردن. آل سر هر کدام از این مثلا یک حکم میشه، نخیر حکم فرق میکنه، این هم به غیر ما انزل الله حکم کرده، این هم کرده، این هم کرده، این هم کرده. پس اینجا تقریبا چهار پنج حالت است. این حال ما مکلفیت داریم که این حالات چی کنیم بفهمیم و بعد از اینکه یه حالات فهمیدیم چی کنیم؟ بعد از این حکمش هم میفهمیم. خب حالت اول چه قسم است؟ حالت اول مثلا پادشاه حوال است یا کسی است مثلا در حوال پیش ما قرار داره، یه حاکم است حکم کرده به غیر ما انزل الله. این حال مثلا یه حالت اول حکم یعنی حکمش که ای در جایی که حکم میکنه حکم اساسی شریعت است، مثلا اما به اساس اجتهاد غلط حکم به غیر ما انزل الله کرده. مثلا ببینید شما در خلفای راشدین، در خلفای اموی، در خلفای عباسی، در این وقت اما نظام که از اساس نظام چی هست؟ اسلامی هست. نظام چی هست؟ اساسش نظام اسلامی هست. این حال وقت اینجا اساس نظام اسلامی هست، بنابراین اینجا حاکم تمام دوایر، تمام ادارات مطابق قرآن سنت هست و قوای مقننه که هست از قرآن سنت گرفته شده هست، قوای اجرایه که هست از وزرا و از حکومت یا کلشان مطابق شریعت الهی حکم میشه و قوای قضایه که قضات هستن اینا هم مطابق شریعت الهی حکم میکنن. اینال در اینجا خلیفه یا امیر المؤمنین یا امیر از امرای دیگه یا قاضی از قضات، اینال مثلا امی حاکمی که در مقابل ما قرار دادن میگه که کل حکم من مطابق شریعت الهی است. بسیار خوب، و ما شریعت تغییر ندادیم در محکمه ما، در اینجا در کلش مطابق شریعت الهی است. بسیار خوب، آلی ای اجتهاد کرد در یک مسئله، متوجه هستین؟ اجتهاد کرد در یک مسئله
و در این مسئله حکم کرد. یک موضوع هست، آوردن پیش یک قضیه را، در این قضیه اجتهاد کرد و حکم کرد. پس آن معلوم شد که امی اجتهاد از این غلط برآمد، بنابراین وقتی که اجتهادش غلط برآمد، حکمش هم مخالف ما انزل الله شد. حکم از این چی است؟ حکم از این در اینجا علما میگن که اینمی شخص، این شخص با وجود این که مخالف ما انزل الله حکم کرده، برش اجر ثواب است. کافر نیست، اول کافر نیست، دوم خطایش بخشیده میشه، در اجتهاد خطا کرده خطایش بخشیده میشه، و چون اجتهاد کرده برای ازی اجر است، اجر است. خب کسی پرسان میکنه که دلیل دان چی است؟ میگیم دلیل ما مثلا امام بخاری، حدیث صحیح البخاری هست، امام بخاری رحمه الله روایت میکنه و میگه امام بخاری عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه عمرو بن العاص رضی الله عنه میگه که انه سمع، میگه شنید از رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، که میگفت اذا حکم الحاکم فاجتهد، وقتی که یک حاکم حکم کرد اجتهاد کرد، یعنی وقتی که یک حاکم میخواد حکم بکنه و ای اجتهاد کرد به خاطر از این حکمش، ثم اصاب، بعد از او در این اجتهاد خود ای چی شد؟ یعنی اجتهادش درست بود، فله اجران، بر از این دو اجر است، یعنی حاکم است، خلیفه مسلمان است، امیر المؤمنین است، یا قاضی مسلمان است در محکمه، یا مثلا امیر از امرا هست، اینا رو چی کرده؟ این در یک قضیه اجتهاد کرد و اجتهادش هم درست بود، حکم کرد اجتهادش درست بود، الله برای این دو اجر میده، یک اجر به خاطر اجتهادش میده و یک اجر دیگه هم به خاطر از این که اجتهاد از این چی است؟ ثواب است و درست اجتهاد کرده، برای از این است. و اذا حکم فاجتهد، و اگر ای حکم کرد، فاجتهد، پس ای اجتهاد کرد، اینال او به خاطر قضاوت درستش و یا به حکم درستش و به خاطر اجتهاد درستش و اولی دو اجر گرفت. ای دومی که است، و اذا حکم فاجتهد، ای دومی حکم کرد، فاجتهد، پس اجتهاد کرد، ثم اخطأ، لکن در اجتهاد خود ای خطا کرد، ای حکم کرد، لکن در اجتهادش چی است؟ خطا کرد، فله اجرن، پس برزی اجر است. ای اجر چی هستم؟ اینال قال ابن المنذر، ابن المنذر میگه و انما یکون الاجر للحاکم المخطئ اذا کان عالما بالاجتهاد و سنن. خب ای میگه ای حاکمی که خطا کرده و در اینجا حکم کرده مطابق اجتهاد خود، این میگه کدام حاکم است؟ هر حاکم است؟ میگه نه، او حاکمه که عالم به اجتهاد و سنن باشه، یعنی او قرآن میفهمه، سنت میفهمه و به درجه اجتهاد رسیده ای حاکم، این عالم میگه ایده ای حاکم است، یعنی صلاحیت اجتهاد خودش داره و اجتهاد کرد در یک موضوع شرعی و عالم بود لکن خطا کرد. ایده حدیث داخل است که برای زی یک اجر داده میشن. و اما من لم یعلم ذالک فلا یدخل فی معنی الحدیث. اما اگر یک حاکم است که ایده باری از این مسئله علمیت نداره، به اندازه صلاحیت اجتهاد نداره، ای باز در این حدیث داخل نمیشه، برای زی اجر نیست، برای زی باز اجر نیست. یا دل على ذلك ما رواه الاعمش عن سعید بن عبیده عن ابی بریده عن ابیه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم القضاة الثلاثه. اینجا رسول الله صلی الله علیه وسلم میگفت که قاضی ها سه قاضی هستن، قاضیان فی النار، دو قاضی در آتش دوزخ میرن، و قاضی فی الجنه، و یک قاضی در جنت میره. سه قاضی، دو تا در دوزخ میره، یکیش در جنت میره. فقاضٍ قضى بغير الحق وهو يعلم فذلك في النار. یک قاضی هست قضاوت میکنه بغیر از حق، میفهمه که ما قضاوتم بغیر حق است، خب ای در دوزخ میره. وقاضٍ قضى وهو لا يعلم،
این به اون قاضی است که او علم نداره و اهلک حقوق الناس، این حق مردم از بین برد. او قاضی ولی علمیت داشت، لکن با اساس علم خود هم این مخالف حق قضاوت کرد، او در آتش دوزخ است. قاضی دومی قاضی است که این چی است؟ این علم نداره و با اساس به علمی علم نداره قضاوت میکنه، حکم میکنه، اجتهاد میکنه. تو چی کاره هستی که اجتهاد کردی یا قضاوت میکنی در حال که علم نداری؟ اینه میگه فذلک فی النار، ای هم داتش دو زخم میره. و قاض قضا بالحق فذلک فی الجنه، اینی قاضی دیگه که به حق قضاوت کرده اینی باز جنت میره. قال ابن المنذر انما یؤجر علی اجتهاده فی طلب الصواب لا علی الخطا. اما قاضی که عالم است و صلاحیت اجتهاد داره و اجتهاد کرده، در اجتهاد خود باز خطا کرد، بر از او اجر است. اجر در مقابل چی است؟ اجر در مقابل اجتهادش است، نه در مقابل خطایش، بلکه خطای از این چی میشه؟ خطایش بخشیده میشه. ابو سلیمان حمد ابن محمد ابن ابراهیم ابن خطاب بوستی المعروف بالخطابی متوفای 368 هجری میگه قال شیخ، میگه شیخ میگه که قوله اذا حکم فاجتهد، اگر یک کسی حکم کرد اجتهاد کرد، فاخطأ خطا کرد، فله اجر. انما یؤجر المخطی علی اجتهاده فی طلب الحق، میگه بر عظیم بر خطاکار بالای اجتهادش بر شجر داده میشه. به خاطر چی؟ طلب الحق. لان اجتهاده عباده، به خاطر از اینکه اجتهاد از چی است؟ عبادت است. ولا یؤجر علی الخطا، سر ان سر خطایی که کرده اجر داده نمیشه، چون خطا خود کرد، بل یودع عنه الاثم، فقط در مقابل خطایی که حاکم کرده یا ای قاضی کرده، اینال خطای خود ای چی هستن؟ گناه ازی برداشته میشه، گناهکار نمیشه، و ثوابش در مقابل چی هست؟ در مقابل اجتهاد است. و ای هم برای کی هست؟ برای هر حاکم، برای هر کسی که این کار میکنه. میگه نه، و هذا فی من کان من المجتهدین، میگه ای برای کسی است که او از جمله مجتهدین باشه، جامعاً لآلت الاجتهاد، که ای امو وسائل اجتهاد، عارفاً بالوصول و بوجوه القیاس، که اصول و قیاس و یپار کل شما میفهمک، مثلا قرآن است، سنت است، اجماع است، قیاس است، بالاخره بازی میفهمک مثلا کدام حکم سر کدام حکم قیاس میشه، مثلا در قیاس چی شرایط است، آیات قرآن مثلا احکامش رو میفهمم. خود مسائل است که یک عالم مجتهد این مسائل میده. خب، عارفا بالاصول و به وجوه القیاس. فاما من لم یکن محلا للاجتهاد، اما اگر یک نفر میخیز خودش حکم میکنه و خودش صلاحیت اجتهاد نداره، فهو متکلف ولا یعذر بالخطا، این ناقی مثلا خود زامت میته، این چی است؟ میگه این با خطایش عذر داده نمیشه فی الحکم، بل یخاف علیه اعظم الوزر، بلکه به این ترس است که شاید بزرگترین گناه را کرده. به حدیث، به دلیل حدیث ابن برید عن ابیه عن نبی صلی الله علیه و سلم قال القضاة ثلاثه، مثل که پیشتر ما شما گفتیم که قاضی ها سه قسمه. و فیه من العلم لیس کل مجتهد، خب ولو کان کل مجتهد لم یکن لهذا تفسیر. خب این قول ازی بود که یعنی دیده است. خب این کتابش معالم السنن و هو شرح سنن ابی داود تالیف ابو سلیمان. خلاصه اینال حاکمی که در اسلام هست، در خلفای راشدین، در خلافت اموی ها هست، در خلافت عباسی ها هست، تا این وقت اصل نظام که هست، نظام سقف حکومت که هست، نظام چی هست؟ نظام اسلامی هست، شریعت الهی هست. اینال اگر مثلا یک حاکم در اینجا که صلاحیت اجتهاد داره و علمیت داره ای اجتهاد میکنن در حکم کردن، پس در اینجا بر ازی گناهش بخشیده میشه، اشتباهش بخشیده میشه، خطایش بخشیده میشه و در مقابل اجتهاد خود ثواب میگیره، به خاطر از اینکه زحمت کشید و اجتهادش به پسان غلط برام. این حکم حالت اولی است که ما و شما اینه بفهمیم. حالت دومی که از اینال اکثرا دوستا که در این راستا بحث میکنن، این قسم امروز مثلا در رسانه ها و در اینجا بسیار جنجال میکنن،
و این مسائل مطرح میکنن مغرضانه اگر بحث نکنیم خب باید این قسم بیان شود. پس حالت اول فهمیدیم که حالت اول اگر کسی اجتهاد کرد و در صلاحیت اجتهاد داشت حاکم بود و اشتباه کرد، در چیز شد خواه در خلفای راشدین بوده باشه یا خواه در خلفای اموی بوده باشه، خواه در خلفای عباسی بوده باشه، چرا که اینها اساس سبقشان شریعت الله بود. متوجه باشین. اما بعضی اوقات ما نمیتونیم که مثلا سر از اینا کل حاکمی را قیاس بکنیم، حاکمی که سقف برداشته و شریعت دور انداخته، او باز علایده حکم خدا داره که باز حالتش میه. حکم اساسی حالت دومی است که حکم اساسی شریعت است. این هم دمی حالاتی هست که اصل در مملکت در منطقه اینجا چی است؟ نظام اسلامی است، شریعت اسلامی تطبیق میشه. اما به اساس خواهشات نفسی حکم بغیر ما انزل الله میشه. مثلا آل قاضی اول ما و شما حاکم اول فهمیدیم که او مجتهد بود، عالم بود، خطا کرد، اشتباهش بخشیده شد و خطایش بخشیده شد و در مقابلش چی است؟ در مقابلش جهاد خود او حاکم اول ثواب گرفت. حاکم دومی پیش ما شما دوم است. ببینیم حالات ها فرق میکنه. حال حالتی حاکم دومی فرق میکنه نسبت به حالت حاکم اولی. حالت دومی نظامش نظام اسلامی هست. حکم حکم شریعت است در محکم، در حکومت، در قضا، در قوای اجرایه، در قوای مقننه و قوای قضایه، در کل راستا که سوال میکنیم کلش نظام اسلامی است. مشکل در کجا هست؟ که یکی از این حاکم ها چی خلیفه هست یا مثلا امیر المؤمنین است یا امیر است یا قاضی هست، این در چی اشتباه کرد که در یک قضیه خاص، در یک قضیه خاص مطابق خواسته های نفسی ای حکم کرد و حکمش به خلاف غیر ما انزل الله است. مثلا یک کسی از اقاربش است، یک کس دیگه از اقاربش نیست، یعنی نفسش به طرف اقاربش را کشان، یا مثلا خلاصه خواسته های نفسی به هر علتش چی بود سبب شد که یک حکم کرد مخالف ما انزل الله. این حال ای شخص که ای کار کرده که یه قسمت از این علما میگن که حکم از این چی هست؟ این گناهش بسیار گناه بزرگ است، حتی برش کفر استعمال شده، لکن کفرش کفر اکبر نیست، کفر چی است؟ کفر اصغر است. چرا کفر اصغر است؟ به خاطر از این که این گناه کبیره کرده. یعنی چرا خیبرش کفر گفته شده؟ به خاطر از اینکه بسیار گناهش از گناه کبیره کدام بلندتر است، به خاطر تشدد بر از این کفر اکبر گفته شده، کفر گفته شده است، اما کفر اکبر نیست. چرا کفر اکبر نیست؟ به خاطر از اینکه عقیده اهل سنت والجماعت است که کسی را به خاطر گناه تکفیر نمیکنه. کسی را عقیده اهل سنت والجماعتی است که کسی را به خاطر گناه صغیره یا گناه کبیره ایره تکفیر نمیکنه. آلی پادشاه اینجا گناهکار است، قانون تغییر ندادن، اصل شریعت اسلامی هست و احکام محکمه را تغییر نداده، قانون اساسی را تغییر نداده، قانونش قرآن است، اساس قرآن سنت است و شریعت الهی تطبیق میشن، لکن در یک مسئله خاص، در یک مسئله خاص نفسش اغوا کرد. مثل که مثلا یک مثل شراب خورده باشم، شراب خورد، این حال شراب خورد گناه کبیری است، در گناه کبیریش ما را تکفیر نمیکنیم، کافر گفته نمیشن. این حال همی قسم که اگر مثلا یک قضیه را قضاوت کرد و مخالف حکم ما انزل الله حکم کرد، لکن اینجا چی شد؟ این گناهگار شد. چرا گناهگار شد؟ به خاطر از اینکه این شخص حکم تغییر نداده، نظام تغییر نداده، قانون تغییر نداده، شریعت الله نافذ است و این چیز شد. از این خاطر ما وقتی که استلار میخواییم، مثلا عطا رحمه الله میگه که کفرن دون کفر و فسقن دون فسق و ظلمن دون ظلم، میگه بر از این حاکم اگر یه آیات بیان که و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک که هم الکافرون هم الفاسقون هم الظالمون، بر از اینا گفته شده، میگه اگر کفرش هم است کفر دون کفر است، یعنی چی است؟ کفر اصغر است. اگر فسق گفته شده فسقش هم اصغر است و اگر ظلم است
ظلمشان ظلم چی هستن؟ به شرطی که امی حالت باشن، امی حالت باشن. خب عبدالله بن عباس رضی الله عنه هم در این راستا میگه هیه بهی کفرن لی و لیس کفرن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، میگه ای به ای کفر است، لکن کفری که به الله و ملائکت و کتب و رسول است به او اندازه نیست. خب در روایت دیگه از عبدالله ابن عباس میگه انه لیس کفرن ینقل عن المله کفر دون کفر. خب اگرچه در قسمت ای احادیث و روایات که مثلا از عبدالله ابن عباس اینا ذکر شده هست، در این قسمت هم علما صحبت های کردن و گفتن که مثلا امی چیز ضعیف است. به هر صورت اگرچه روایت چه گفتن ضعیف است و مثلا امو در راوی هایش ضعف و ایگفا هست، به هر صورت اگر ما بالفرض امی روایت ابن عباس و روایت عطا و دیگر روایت که در راستا هست اینه بگیریم، قبول میکنیم، در کدام قسمت هست؟ در حالتی هست که حاکم حکم و نظام تغییر نداده، بلکه حکمش مطابق ما انزل الله حضر کل حالات در یک حالت نفسش سرش غلبه کرد، این مرتکب این حکم بغیر ما انزل الله شد، این کفرش کفر دون کفر است یا گناه کبیره مرتکب شده، مثل که زنا کرده باشه یا شراب خورده باشه و این عقیده اهل سنت است. این حالت دوم حاکم است و به خاطر علامه ابن ابی العز حنفی رحمه الله در راستا میگه، میگه و هنا امر یجب ان یتفطن له، میگه در این قسمت یک مسئله هست که واجب است که ایره خوب ما و شما زیرکانه بدانیم و هو ان الحکم بغیر ما انزل الله، میگه بخاطر بفهمیم که حکم بغیر ما انزل الله قد یکون کفرا ینقل عن المله، رای کفری هست که از ملت انسان میکشن پسان میه، و قد یکون معصیتا و گاه گناه میباشد کبیرتا او صغیرتا، یا گناه کبیره صغیره، و یکون کفرا و ای کفر میباشد اما مجازیا یا کفر مجازی میباشد و اما کفرا اصغر یعنی کفر اصغر، علی القولین المذکورین بدو قولی که ذکر شد و ذالک بحسب حال الحاکم، متوجه هستین؟ اینه این میگه نظر به حالت حاکم است، حاکم حالتش چی هست، حالت حاکم مطالعه میشه و مطابق از زی حکم شریعت الله بالای زی تطبیق میشه. فانه ان اعتقد ان الحکم بما انزل الله غیر واجب، میگه اگر اعتقاد کرد که حکم بغیر ما انزل الله واجب نیست و انه، خب ایره بالاخره باز ما و شما سر ازی باز میگه که اقوال از اینا رو پسان باز تشریح میکنیم که در کدام حالات چی هستیم، حالت سیم. در این مورد شیخ محمد ابراهیم آل شیخ متوفای 1349 هجری در کتابش به نام رسالت و تحکیم القوانین من قسمه کفر الحاکم بما انزل الله و هو الذی لا یخرج من المله و ذلك ان تحمله شهوته و هواه على الحكم في القضيه، اینه میگه ای کفر که مثلا ای شخص ای حاکمه که عملش یعنی کارش یا حکمش به غیر ما انزل الله ایره از دایره ایمان خارج نمیکنه، میگه ای بر اساس از این است که امو شهوتش یا هوای نفسی ای به این قضیه سبب شد که این حکم بغیر ما انزل الله بکنه، مع اعتقاده ان حکم الله و رسوله هو الحق، با اعتقادی که حکم الله و رسولش هو حق است و اعترافه على نفسه بالخطا، بر خودم بگه که ولاد این قضیه من خطا کردم، اشتباه کردم و مجانبت الهدى اینجا از هدایت دور شدم، امی قضیه نفس بالای من غلبه کرد و من مخالف ما انزل الله حکم کردم. به این قضیه خاص یعنی در بین هزارا حکم یک حکم از پیش ازی اشتباه شد از این خاطر. و هذا ان لم یخرجه کفره عن المله، باز میگه ایره برش میگیم که اگر چی امی کفری که تو کردی ای کاری که تو کردی حکم بغیر منزل الله اگر چی تو را از ملت نمیکشه، فانه معصیت عظمه اکبر من الکبائر، ای یک معصیت بزرگی رو کردی که از گناه های کبیره که مثل زنا و شراب و سرقت و قسم دروغی است، از این که ای گناهی تو بزرگتر است. این معصیت سماح الله فی کتابی کفرن اعظم من معصیت لم یسمیها کفرن، میگه او معصیت را که الله کفر گفته او بزرگتر است از بد به او معصیتی که او را کفر نگفته است. خب پس ما و شما حالت دو حاکمه خوب فهمیدیم، حاکم اولی اساس نظام شریعت الهی هست، لکن
علمیت هم داره، صلاحیت اجتهاد هم داره، اجتهاد کرد، در اجتهاد خود خطا کرد، او حالت اول حاکم بود، بناهن او خطایش بخشیده میشه و در مقابل اجتهادی کرده برش اجر گرفت. حاکم دومی که در مقابل ما قرار داشت، این حاکم بود که این حکم اساس نظام شریعت الهی است، حکم مطابق ما انزل الله میکنه، لکن اشتباهش چی است؟ اشتباهش این است که این در یک حالت نفسش سرش غلبه میکنه، مسئله اجتهاد اینجا نیست. اینجا چی است؟ میفهمه که حکم اینی قسم است، لکن به اساس خواسته نفس امی حکم شریعت نمیکنه، مخالف ازی حکم میکنه در یک قضیه خاص. قانون تغییر نداده، نظام تغییر نداده، ادعای دیگر چیزا را نکرده، شریعت الهی تطبیق میشه. اینال این حکم چی است؟ این حاکم چی کرده؟ گناه کبیره کرده، گناه بسیار بزرگ کرده که باید از این توبه بکنه و این از ملت اسلام خارج نمیشه. پس در این دو حالت این حاکم از اسلام خارج نمیشه. در حالت اولی گناهش بخشیده است، اجتهادش ثواب. در حالت دومی گناهش گناهگار است، از گناه کبیره کردم گناهش بزرگتر است و ای باید توبه بکنه و استغفار بکنه و رجوع بکنه. حالت سومی که ای از حاکم اساس شریعت دور کرده مطابق قانون حکم میکنه، اینی خطرناک است. و این خطرش از چه وقت شروع میشه؟ ای از وقت شروع شد که هولاکو نواسه چنگیز خان آمد و سقف شریعت برداشت، خلافت اسلامی را سقوط داد و نظام شریعت برداشت و به عوض از اون قانون دگی را آورد که به نام قانون یاسق بود. یاسا بعضی ها میگفتن، بعضی ها یاسق میگفتن، بعضی ها یساق میگن. خب المهم قانون بود که چنگیز خان او را جور کرده بود و او را علامه ابن کثیر در تفسیر خود ذکر کرده. از اون وقت تا امروز اینی مشکلات در بین حاکم ها وجود داره. ما بعد از باز مثلا نظام حال، مثلا این حاکم سیومی هست. دو تای اولیشه ما گفتیم که مسلمان است، کافر نشده، اهل سنت اینا را تکفیر نمی کنن، اینا را میگن که حکم کردن، بلکن یکیش اجتهاد کرده و دیگهش نظر به خواسته ها و شهوت های نفسی خود، با وجودی که نظام تغییر نداده. آل سیومی حاکم است، پیشوری سیومی حالت حاکم است. این حال ای است که مثلا ای حاکم است که سقف شریعت دور کرده و هم عقیده داره، عقیده داره، متوجه هستین؟ عقیده داره که شریعت به درد نمیخوره، یا شریعت کونه شده، یا شریعت چطور است، و عقیده خود اظهار میکنه. ایناله چیز حاکمانی که سقف شریعت برداشتن، متوجه هستین؟ سقف شریعت برداشت، شریعت بیخی وسوکه و به عوض از او قانون اساسی ساخت. قانون اساسی ساخت که برگرفته از قوانین سیکولر، لیبرال دموکرات، سوسیال دموکرات، قوانین ملی‌گرایی و قومی، قانون چنگیز خان و دیگر قوانین هست. اینال این حکم خاص خود داره. پس اینال در صورت که شخص به اساس عقیده حکم به غیر منزل الله را قبول کند، به اساس عقیده حکم به غیر منزل الله را قبول نکند، به هر سبب که باشد، خواه به خاطر انکار باشد، یا به خاطر کراهیت باشد، یا به خاطر استهزا باشد، یا به خاطر برتر دانستن قوانین انسانی باشد، یا مساوی دانستن قوانین انسانی با قوانین الهی باشد، یا به خاطر مباح دانستن قوانین ضد شرعی، اینو بگیم مباح از جایز است میتونیم قانون بسازیم، انالیا به خاطر برتر دانستن قوانین قبیله‌ای باشد، در تمام حالات این شخص کافر میشه. کافر میشه. چرا؟ اینال دلائل ازی است. این شخص کافر است. کفرش هم کفر اعتقادی است که از ملت اسلام ایره خارج میکنه. کفرش چی است؟ کفر اعتقادی هست. و ای از ملت اسلام خارج میشه. علامه ابن قیم میگه و این اعتقد انه غیر واجب و انه مخیر فیه ما تیقنه انه حکم الله فهذا کفر اکبر. میگه اگر یک کس اعتقاد کرد که اینمی حکم شریعت واجب نیست و او در این راسته اختیار داره، با امرای یقینش که حکم الله هست، ای باز کفر اکبر است. اینا در این مورد مثلا دیگه اقوال علما را
دی باره یک یک باید ما شما ذکر بکنیم و در این راستا ببینیم که چرا ای حاکم کافره.